اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت على كل شیء شهید ان تعذبهم فانهم عبادك و این تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم. قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم لله ملك السماوات والارض وما فیهن و به علا کل شیعن قدیر. نکات دیگری که در این آیات مونده است این است که اگر ذات اقدس اله زمین و منظومه شمسی را خلق نکرده است، هر فعلی که در اون ظرف یاد بشود فعل ماضی به معنای زمان گذشته نیست، بلکه تقدم وجودی است. زیرا نمی شود گفت اگر زمین حرکت نکرد اهل زمین حرکت میکند، موجودات زمینی حرکت میکند، چون سخن به این است که هنوز زمینی نیست تا موجودات زمینی باشند، منظومه شمسی نیست تا موجودات آسمانی باشند. پس قبل از آفرینش آسمان و موجودات آسمانی، قبل از آفرینش زمین و موجودات زمینی، هر چه ذات اقدس اله از او تعبیر کرده است او تقدم دارد بر آفرینش آسمان و زمین به سبق وجودی و رتبی، نه سبق زمانی. سخن از ماضی بودن دیگه نیست. همین بیان درباره آینده هم هست. یعنی وقتی این منظومه شمسی برداشته شد، کل نظام برچیده شد، هر فعلی که بعدن انجام می شود مستقبل این نیست. البته بساط قیامت که گسترده شد برای خودش سبق و لحوقی دارد، تقدمی تأخری دارد و مانند آن. فرض آن است که یک وقت انسان این چنین خیال می کند که قیامت در امتداد دنیاست. یعنی اگر ما مثلا تاریخ هجری شمسی یا تاریخ میلادی رو بررسی کنیم، این چه نیست که مثلا بگویم در فلون سال قیامت اتفاق می افتد. در طول این نیست که مثلا در فلون سال شمسی یا فلون سال قمری یا فلون تاریخ هجری یا فلون تاریخ میلادی قیامت اتفاق می افتد، بلکه قیامت وقتی اتفاق می افتد که بساط تاریخ وقت بربنده. اونگاه وقتی برای خودش یوم تبدل و ارزو غیر ارزه و سماوات، یه سماوات دیگری شد، یه ارز دیگری شد، یه البته حساب دیگری دارد، یه سبق و لحوق دیگری دارد، اونجا روز قیامت حالا 50,000 سال است برای بعضی ها و به اندازه یک نماز واجب است برای بعضی ها، حساب دیگری است. ذیل همون آیه مبارکه که روز قیامت 50,000 سنه، یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد ما اطول هذا اليوم، چه روز طولانی. حضرتش طبق این نقل فرمود والذی نفسی بیده، همین 50,000 سال برای مردان با تقوا به اندازه صلات مکتوبه است. حالا صلات مکتوبه دیگه بیش از 4 رکعت که ما نداریم. کسی خیلی هم با تعنی نماز 4 رکعتش بخواند 10 دقیقه 15 دقیقه. خب همین روزی که برای بعضی ها 50,000 سال است، برای بعضی 10 دقیقه است. این معلوم می شود که متضمن است که زمان می سازد. به هر تقدیر سبق و لحوق قیامت، طول و قصر قیامت یه حساب جدایی دارد. در امتداد دنیا نیست که مثلا فرون تاریخ میلادی یا فرون تاریخ هجری قیامت اتفاق بیفتد. یه وقتی قیامت اتفاق می افتد که این زلزلت از ساعت شیعون قدیم کل نظام عوض می شود به یه نظام دیگر. اون دیگه به تطورات وجودی برمی گردد. اگر درباره مجموعه آسمان و زمین باشد،
یعنی تا این مجموعه محقق بشود، تصویه بشود، 6 روز است. یعنی 6 تطور وجودی است تا این مجموعه محقق بشود، وگرنه 6 تا 24 ساعت یا مانند اون نیست. چون این 24 ساعت از اونجا انتظار می شود که زمین به دور خود بگردد، یا ماه و سال از اونجا انتظار می شود که زمین به دور شمس بگردد. اگر هنوز شمس و قمری نیست، بعدها ثم استوى الى السماء بین دخانون فقال لها ولأرض ائتیا طوعا او کرها غارت اتین طائعین، یا بر عرض بعد ذلک دهاها که زمین را بعداً گسترند و آسمان را هم بعداً تسویه کرد، هنوز چیزی به دور چیزی دیگر نگشت تا شب و روز پدید بیاید. این مربوط به تطورات وجودی است. کاری که مقدم بر این مفعول است اون زمان ماضی بر نمی دارد. بگیم خلق السماوات بر عرض فیزی تغییام، این مخلوق تطورات 6 گانه دارد. خلق که رتبتاً مقدمه بر مخلوق است، اون در ظرف ماضی نیست، بلکه که هنوز زمانی پدید نیامده. مطلب بعدی آن است که در اینجا هم سخن عبد صالح به نام عیسی سلام الله که روح الله است نقل شده، هم کلام الله نقل شده. درباره سخن عیسی مسیح سلام الله علیه این تعبیر شد که وجود مبارک مسیح سلام الله علیه عرض کرد ما قلت لهم الا ما امرتنی به. این عبارت اخرای ما ینطق عن الهوا است، یعنی من هیچی به اینا نگفتم مگر اینکه تو من امر کردی. امر به عیسی مسیح از راه وحی است دیگه. یعنی ما نطقت الا ما اوحیت الی، این تعبیر دیگری از ما ینطق عن الهوا است، یعنی من به میل خودم حرف نزدم. چون گرچه انسان اندیشه دارد، فکر دارد و فکرش در مقابل هوا احیانا قرار میگیرد، ولی در برابر وحی هر فکری هواست، مگر اینکه مطابق با وحی باشه. هر حرفی در برابر وحی هواست، هر فکر و اندیشه در مقابل وحی هواست، مگر اون فکر و اندیشه‌ای که وحی او را امضا بکنه. خب پس این که عیسی مسیح سلام الله علیه عرض کرد ما قلت لهم الا ما امرتنی به، یعنی ما نطقت الا ما اوحیت الی. مطلب بعدی آن است که من به اینها گفتم ان اعبد الله، که هیچ شبهه‌ای نباشد. نگفتم ان اعبد ربکم تا اینا خیال بکنن که رب اونها غیر از رب من است. گفتم ان اعبد الله که این شامل همه کمالات است. یک. بعد این رو هم شرح کردم، تفسیر کردم، گفتم ربی و ربکم، که هر دو باید یک رب رو بپرستیم. الله هم رب من است هم رب شما. پس من هیچ جای ابهامی برای اینها باقی نذاشتم. هم تصریح کردم به این که معبود الله است، هم سبب معبود بودن او را که ربوبیت است ذکر کردم، و هم اطلاق ربوبیت او را یادآور شدم. هر سه مطلب را گفتم. کسی معبود است که کاری برای آدم بکند، یعنی بپروراند آدم را. خب اگر کسی آدم را نپروراند چرا ما در برابر او خضوع بکنیم؟ انسان در برابر کسی خاضع است که در کنار سفره او نشسته است و اون الله است که رب ماست. رب یعنی مدبر. لازمه تدبیر تربیت است. اون المالک المدبر، از سید المدبر رو میگم رب. خب پس هم من به نحوه اطلاق گفتم الله معبود است، هم وصف او را ذکر کردم که دلیل بر معبود بودن اوست و اون ربوبیت اوست، و هم این رو به صورت تفصیل باز کردم. گفتم هم رب من است هم رب شما، که ما با دانا خیال بکنن من غیر از الله رب اونها هستم، یا من در تحت ربوبیت الله نیستم و مانندون. من هیچ ابهامی برای اینا نذاشتم. گفتم ان اعبد الله ربی و ربکم. مطلب بعدی آن است که تا اونجا که ادبیات اجازه میدهد
برابر با قوانین ادبیات سخن میگوید. تا اونجا که ادبیات دست اینها را نمیبندد، باز میگذارد، اینها برابر با ادب عقلی حرف میزنند. لذا در این کنتو علیهم، و وقتی کسی از خود سخن میگوید، ضمیر مربوط به متکلم مقدم است. اما یه حسابی را عیسی مسیح بین خود و مردم باز میکند، یه حسابی بین مردم و خدا باز میکند. اونجا که بین خود و مردم حساب باز میکند، مردم را بر خود مقدم میآورد تواضعاً. اونجا که بین مخلق و خالق سخن به میون میآید، خدا را بر خلق مقدم میدارد تأدباً. ملازم فرمید این چنین گفت، گفت و کنتو علیهم شهیدا، نگفت کنتو شهیدن علیهم، علیهم را مقدم داشت این رو تواضع، و کنتو علیهم شهیدا ما دوم تو فیهم، خب اونجا چون چاره چیزی نیست. بعد تمود فلما توفیتنی کنت انتر رقیره علیهم، اینجا الله را بر خلق مقدم داشت. خب اونجا تواضع اقتضا میکنه که بگوید علیهم شهیدا، اینجا تعدب میطلبه که بگوید کنت انتر رقیب علیهم. فرض آن است که ذات اقدس اله حرف او را هر جوری که بود به صورت عربی مبین بیان کرد. گاهی اونها رعایت ادب نمی کردن، همون وضع را قرآن کریم ذکر کرده است. بعد فرمود به این که ببین چی رو حرف می زنن. اگر اونها ادب را رعایت نمی کردن، همه حرف ها رو قرآن کریم از را نقل کرد. منقول ممکن است رو ادب نباشد، ولی نقلش ادیبانه است و وجود مبارک عیسی سلام الله علیه همه این نکات را رعایت کرده است، منتها به زبان دیگر گفت، وجود ذات اقدس اله به زبان عربی بیان میکنند. خب منقول کلام عیسی است، ولی نقل که کلام الله است، که اون رو نقل مهم است، چون نقل کلام الله است مهم است. منقول هر کی میخواد باشد. شما ببینید اسم صد در قرآن است، هیچ کسی بی وضو حق ندارد و کلب دست بگذارد و کلب هم باستون ذراعی هبر وسیع. عمده این نقل است که معجزه است و کلام الله است. منقول هر کی میخواد باشد. مگر کلمه فرعون یا ابی لهب را در قرآن میشه بی وضو دست زد؟ اون حرمت مال نقل است. بر تقدیر سه تا نکته اینجاست که دو نکته مربوط به بحث روایی است، یه نکته مربوط به بحث قرآنی. این سه نکته را سین الاستاد رسمه الله تون کتاب شریف المیزان ذکر کرده. ایشون مطالب عمیق علمی زیاد دارن، اما در همه جا نمیگوین تدبر یا این خیلی مهم است. وقتی به اون اوج برسه میفرمان و علیکه به تدبر فی اطراف ما ذکرنا. این علیکه به تدبر فی اطراف ما ذکرنا را در ذیل همین کریمه و کنت انتر رقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید ذکر میکنن. دو جا هم فهم دارن در بحث روایی که مجموعا میشه سه جا. اون دو جا در حقیقت شرح حدیث است که به یک اصل برمیگردد. این یکی هم شرح آیه است که به جای دیگر برمیگردد، گرچه مجموع آیه و روایه به یک واقعیت برگشت میکند. اما اون چی که دربوت به کنت انتر رقیب علیهم و انت علا کل شئین شهید است، این فرمان و علیکه به تدبر فی اطراف ما ذکرنا، این است می فرمان به این که عیسی مسیح سلام الله علیه عرض کرد به این که من از طرف شما شاهد بر مردم بودم، تا بین مردم بودم شاهد اینها بودم، یعنی شهادت را تحمل میکردم. در قیامت سوره مبارکه نساء دارد که یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، که وجود مبارک مسیح در قیامت اون چرا که در دنیا تحمل کرده است در قیامت ادا میکند. آیه
159 سوره مبارکه نساء این است که و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامته یکون، یعنی عیسی علیه السلام علیهم شهیدا. قیامت ظرف ادای شهادت است. وقتی حضرت متوفا نشد شهادت ها را تحمل کرد. دنیا ظرف تحمل شهادت است و آخرت ظرف ادای شهادت. خب این که خدا هم روی شهادت او سهه گذاشت و عیسی مسیح هم اعتراف کرد که من شاهد بودم، بعد میگوید به این که تو رقیب مطلقی، تو شاهد محضی، این جمعش چگونه است؟ یه وقت است که این چنین پاسخ میدهن که عیسی سلام الله علیه و همچنین انبیا و ائمه علیهم السلام شاهد اعمال هستند، خدا هم شاهد اعمال هست، منتها این دو وصف در طول هم است. شاهد قریب مثلا معصوم است، شاهد بعید خدا. کارها را این که این توجیه میکنن، چه در باره کارهای انسان عادی، چه در باره کارهای انسانهای معصوم، میگن به این که این کارها هم فعل عبد است هم فعل خدا، منتها فاعل قریبش انسان است، فاعل بعیدش ذات اقدس اله. این یه توجیهی است متوسط، به این با حضر سازگار نیست. حضر معناش این است که غیر تو کسی شاهد نیست، غیر تو کسی رقیب نیست. همه این کمالاتی را که ذات اقدس اله در قرآن کریم به غیر خود اسناد می‌دهد، در جای دیگر همه اون کمالات یک جا منحصر در خود می‌داند. درباره رزق اینطور است، درباره شهادت اینطور است، درباره شفاعت اینطور است، درباره حفظ اینطور است. اگر او خیر حافظن هست یا خیر رازقین است یا خیر الماکرین است و مانند آن، در موارد دیگر دارد به این که مکر مکر اوست، رزق رزق اوست، حفظ حفظ اوست، شهادت شهادت اوست، شفاعت شفاعت اوست. خب با این حصر نمی شود اون جواب معروف را پذیرفت که این وصف هم مال خداست هم مال بندگان او، منتها در طول همان. اینا یکی فاعل غریبن یکی فاعل بعید، یا یکی موصوف غریبن یکی موصوف بعید. حصر نشون می دهد که دیگری اگر کمالی را دارد، این آینه دار جلال و جمال اوست، نه که دیگری هم دارد. خدا هم دارد، منتها دیگری غریب و خدا بعید، یا خدا اولنده به ذات دیگری ثانیان، چون خدا اولی نیست که ثانی داشته باشد، اولی است که آخر خودش است، ظاهری است که باطن خودش است. قهرن اگر عیسی مسیح می شود شاهد، یعنی من مظهر شهادت تو هم، نه اینکه منم شاهدم تو هم شاهدی، منتها من شاهد غریب تو شاهد بعید. این با حصر سازگار نیست، مگر اینکه ما دست از حصر برداریم بگیم حصر حصر اضافی است نه حصر مطلق، و این خلاف ظاهر است. اگر حصر مطلق است کما هو الحق، اگر گفته شد ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، که این الف لام با اون هو مفید حصر است، پس اگر در جای دیگر فرمود به این که خدا خیر و رازقین است، معناش نیست که رازقین تو عالم زیادن، اونها رازق غریبن و خدا رازق بعید، یا خدا اول مرتبه رازق است اینا ثانیان، خدا اول نیست که ثانی داشته باشد. قهرن همه موجوداتی که مظهر میکائیلی فرشته الهیان و در کار رزق سهمی دارن، آیت خدایان در رزق، که بهترین تعبیر همین تعبیر قرآنی است که آیت نشانه که او دارد این کار را میکند. نشانه کاری نیست، اون صاحب نشان است که دارد کار میکند. بنابراین اگر کنت انت الرقیب علیهم، که حصر از او در می آید حقیقی باشد کما هو الحق، اون وقت جریان رقیب بودن ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یا شهید بودن و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، همه می شود آیت شهادت حق،
آیت رقابت حق. این یه من مطلب دیگر آن که در بحث روایی زیر این آیه مبارکه تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اونجا که دارد و علم آدم الاسماء کلها، یعنی اون اسماء ظاهره، وگرنه بعضی از اسماء الهی یا شؤون الهی اینا مستأثرن، خدا برای خود انتخاب کرد و برای خود اختصاص داد، احدی از اون اسم خبر نیست. و این که عیسی مسیح سلام الله علیه عرض کرد تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یعنی اون مقداری که تو برای خود معین کردی اصلا ظهور نکرده، نجز صادر اول است، نجز ظاهر اول است، از تو عالم خلق نیست، ما نمیدانیم. حالا اون چیست و چقدر است جز خدا احدی نمیداند. خب این بیانی که سیدن استاد دارند که فهمت فهم این است که میفرماین کل این عالم را اسمای الهی دارن اداره بکن. این یه مطلب. منظور از اسم لفظ نیست که کسی تلفظ کند، یا مفهوم نیست کسی درس بخواند اینا را بفهمد. منظور از اسم اون واقعیت تکوینی است که عهده‌دار مضمون آیه است. هر آیه‌ای که در قرآن کریم است یا الفاظی دارد که انسان را قرائت می‌کند، یه معانی دارد که انسان درس می‌خواند این معانی را می‌فهمد. اینا آسان است. یه حقیقت خارجی دارد که اون در با در بحث پدید نمی‌آید. اسم هم یه لفظی دارد، یه مفهومی دارد، یه حقیقت خارجی. محتوای آیه هم یه لفظی دارد، یه مفهومی دارد، یه واقعیت خارجی. لفظ آیه با لفظ اسمی که در پایان آیه است هماهنگ است. محتوای آیه با محتوای اسمی که در پایان آیه است هماهنگ است. یعنی اگر آیه درباره بخشش گناهان است، پایان آیه دارد انک تواب الرحیم. و اگر درباره آموزش مسائل علمی است، پایان آیه انک انت العلیم الحکیم و مانند آن. پس لفظ آیه با لفظ اسمی که در پایان آیه آمده است هر دو خوندنی است. معنای آیه با معنای اسمی که در پایان آیه ذکر می شود هر دو یاد گرفتنی است. اما حقیقت آیه با حقیقت اسم یه وجود خارجی است. اونی که علم آدم الاسما، اگر از اون حقیقت مثل انبیا کسی با خبر بود، میتواند به اذن خدا کاری بکند که محتوای آیه را پیاده کند. اگر کسی علم الاسما را بداند، اونگاه میرسیم به اسم اعظم. اسم اعظم هم مانند سایر اسما مقام است. گرچه در بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم تعبیه شده، در آیت الکرسی اسم اعظم تعبیه شده، اما این چی نیست که کسی یه لفظ را بگوید مرده را زنده کند، یا مفهوم این آیه را بفهمد مرده را زنده کند، یا 30-40 سال درس بخواند یه دور قرآن تفسیر بکند بعد بتواند مرده زنده کند. اینا مفهوم است. با مفهوم که نمیشه انسان در کنه واقع اثر بگذارد. اگر جانش بالا آمد، با این حقایق قرآنی عجین شد، با اون واقعیت متحد شد، میشه موجود واقعی. وقتی موجود عینی واقعی شد، در موجودات واقع اثر میگذارد. تو عالم الفاظ لفظها در گیر همند، تو عالم معانی چه تصور چه تصدیق صور ذهنیه در گیر همند، یکی سبب از دیگری مسبب. ما وقتی بخوایم بیاندیشیم، فکر بکنیم، صغرا و کبرا میچینیم، یه مطلوب یا یه مدعای را کشون به دنبال مقدمتن میآوریم. وقتی مقدمتن ثابت شد، اون نتیجه به دنبال او خواهد آمد. مفهوم را به دنبال خود میکشاند. این میشه علم. اما بخوایم با اوی واقعیتی را انجام بدیم، به بیمار را شفا بدیم، این چنین نیست. تا کسی به اون وجود تکوینی اسماء الهی متحقق نشد، توان تأثیر تکوینی ندارد. اونگاه درباره انسان کامل که فرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، که ضمیر جمع مذکر سالم آورده است برای اسماء که نشون میدهد حقایق اینی است،
اونها چون این حقایق را دارا بودند در خارج به اذن خدا می توانستند اثر کنند، ولی اونها هم از اون جهت که ممکنند مخلوقند محدودند، یه مرزی دارند و اون طبق بیانی که جابر از بیدون باره که امام سلام الله نقل کرد، به اون مرحله والا که محجوب عن الخلق است و مستأثر است برای اله دسترسی ندارد. یکی از اسمای الهی همین آیه سوره مبارکه انبیاء است که لا یسأل عما یفعل بهم یسألون. خود این اسم اسمای الهی است. این که اسمای الهی را مرحوم کلینی در کافی نقل کرد و سایر بزرگان در جوامعشون آوردن، هر چه به صورت فعل بیان بشه اسم خداست، هر چه به صورت وصف بیان بشه اسم خداست، هر چه هم به صورت اسم بیان بشه اسم خداست. خود لا یسألو اما یفعل بهم یسألون یه وصفی از اوصاف الهیست که او مسئولیت دارد. خب وقتی آدم می داند که خدا تحت سؤال نیست، یعنی یه چیزیست که ده هیچ فکری به او نمی رسد، معصوم و غیر معصوم در اون بارگاه راه ندارن، یه چیزاییست که خدا تحت سؤال قرار نمی گیرد. خب که خود همین لا یسأل اما یفعل و هم یسألو نشون میداد که یه چیزاییست که خدا تحت سؤال قرار نمی گیرد. حالا ببینید عیسی مسیح چون می داند بعضی از کارهاست که اگر ذات اقدس اله انجام داد برابر با اون اسم مستأثر است و تحت سؤال قرار نمی گیرد، این چنین مؤدبانه حرف می زند که همین آیه را نقل کردن روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب تا صبح همین آیه را تکرار کرد که این تعذبهم فإنهم عبادك و این تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. می بینید اصلا با جریان عادی بحث عادی هیچ هماهنگ نیست، برای این که اگر به صورت عادی باشد باید بگوید این تعذب هم فی نام عصاو که، اما نمیگوید این تعذب هم فی نام عصاو که، میگن این تعذب هم فی نام عبادو که، یعنی ما در برابر تو اون چنون اون حد رو نداریم که کارت رو محلل کنیم بگیم چون اینها گناه کردن تو اینها رو عذاب کردی، چه اگر گناه نمی کردن حد عذاب نداشتی. نه اینطور نیست. این تعذبهم فإنهم عصوک یا اشرفوا بك یا کفروا بك نیست، اون حرفای دیگه است. آیات قرآنی یکسان نیست. اینی که میگن یقال لقارئ القرآن اقرأ ورقه، برای اینکه هیچ آیه با آیه دیگر همتای هم و یک درجه نیست، چون که هر آیه هم شما ده بار به خدمت این آیه برید میبینید ده بار به شما ظهور میده، ده بار به شما مطلب میده. خب مثلا تا الان چندین بار که اقام ما در این باره این آیه بحث میکنیم، تا ذهن هیچ کدام ما نیامد که این صدر ذیل با هم هماهنگ نیست. خب این تعذب هم باید بفرمود فی نام عصاو که، اون چرا فی نام عبادو که. این دارد بر اساس لا یسألو اما یفعل بهم یسألو سخن میگوید. یه وقتی میگوید که خدا یا چون اینا معصیت کردن اینا رو عذاب میکنید، این گونه از آیاتم در قرآن کریم فراوان است، این تحلیل هم درسته. اما یه وقت انسان کاری از کارهای خدا را با کاری از کارهای دیگر می‌سنجد، این گونه تحلیل درست است. اما یه وقت است که نه، کل این مجموعه خلق را در برابر خالق می‌سنجیم، اونگاه یک قانونی از پیش وضع شده است که کار خدا را با اون قانون بسنجیم، بگوییم خدا معاذالله موظف است که برابر اون قانون کار کنه. اون قانون اگر معدوم است که معیار نیست، اگر موجود است که زیر مجموعه خلق اوست، کار خدا را با چی بسنجیم؟ او خودش متن قانون است. خدا را در برابر چی ما هم قرار بدیم که بگوییم برابر او باید کار بکنه؟ برابر ندارد. اگر لم یکن له کفوا احد، اگر لیس کمثله شیء، نمیشه گفت خدا باید برابر فلون قانون کار کنه. اون قانون که کار اوست، کار که بر فاعل حاکم نیست، لذا هیچ کس هیچ طلبی نداره. البته خودش وعده داد که مؤمن را به بهشت میبرد، انسان امیدوار است. وعید داد، تبهکاران را تنبیه میکند، هراسناک است. اما انسان بیاید خدا را در مقابل یک کاری محکوم بکنه،
بگوید تو باید برابر فرون قانون کار بکنی. اون قانون رو کی خلق کرد؟ این عقل رو کی خلق کرد؟ آیا فعل محدود فاعل مطلق را تحت کنترل قرار میده؟ این فرض ندارد که. لذا کمال ادب مسیح سلام الله علیه این بود به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب تا صبحی این آیه را تکرار میکرد. این تعذب هم فندهان عبادو کرد. یعنی هیچ اعتراضی برسونی. عبد محض جز این که تسلیم باشد حرفی ندارد که. حالا این چی نیست که اگر اطاعت بکنم حق نداره عذاب بکنی؟ این طور نیست که. پس این تعذب هم فانهم عبادو که. و این تغفر لهم اونم انکه انتل عزیز رکیم. نه که حالا اونا چون خواستن یا ما چون شفاعت کردیم. این طور نیست. نه. حرف اشاعره این است که اصلا اون معیاری ندارد. حتی بعد از وعده. حرف اشاعره و عرفا و دیگران در این وسط هاست. اشاعره و عرفا و حکما اینا تو این میدون وسط حق با حکیم و عارف است نه اشعری. اما وقتی اشاعره و عرفا و حکما کل این مجموعه را یه طرف زیر مجموعه خلقان قرار بدیم، اونگاه خدا میماند و لاغیر. چی بر خدا حاکم است؟ که خدا موظفت چنان بکند؟ این یجب عن الله است نه یجب علی الله. معتزله آمدن گفتن یجب علی الله که این چنین بکند. اشاعره گفتن نه، اشاعره لا یسأل اما یفعل و هم یسألون را آوردن در همین محدوده پایین بیاده کردن. همون اشاعره چون میگن هرچی او بکند عدل است، خلاف وعدم بکند عدل است. خب این حرف خیلی توهیست. اما یه وقت از انسان در این جریان عادی حرف میزند، میگوید او وعده داد، وعیدی دارد، انبیا را بهش میبرد یقینا، تبهکاران را بهش نمیبرد و مانند. این در این محدود است. وقتی کل این محدود را نسبت به الله بسنجیم، آیا چیزی هست که بر الله حکومت کند؟ اما اگر همه این کتابت و مکتوب و همه اینها زیر مجموعه خلق است، این رو ما زیر مجموعه خلق او گرفتیم، چیزی هست که بر خدا حاکم باشه؟ هرگز. وعده داد که مؤمن را بهش میبرد، یقینا خلو وعده نمی کنه ان الله لا یخلف الميعاد. اما نه اینکه ما میگوییم تو باید خلق وعده نکنی، یجب علی الله که این چنین بکند که معتزله میپندارد، بلکه یجب عن الله که حکیم امامیه میگوید خدا یقینا میکند نه یقینا باید بکند. یقینا باید بکند نیست که معتزله میپندارد، رها هم نیست که اشعری خیال کرد، بلکه یقینا میکند. یقین داریم که انبیا را به جهنم نمیبرد، نه باید نبرد، چون چیزی بر او حاکم نیست. لذا این لا یسألو عما یفعل و هم یسألو نشون میداد که شما اگر بخواهید از یه چیز سوال بکنید، یا سوال بکنید که این را از چی ساختم، یا از مادهش یا صورتش یا از مواد خامش یا از مواد پختش سوال میکنید، یا تقدس علاقه این چیزی نیست، یا سوال میکنه از اینکه چی پدید آورد، برای چی پدید آورد. خدا این چیزی نیست که فاعلی داشته باشه، غایت خارج از ذات داشته باشه، تحت سوال قرار نمیگیرد. بخوای سوال علمی بکنی تحت سوال قرار نمیگیرد. بخوای سوال قضایی بکنی او مسئول نیست، مسئولیتی ندارد که. چون سوال دو جوره، یه سوال علمیه. سوال علمی میخواد چی سوال بکنی؟ تا آدم نفهمه از چی سوال کرد که به او جواب نمیدن که. آدم سوال میکنه زمین از چی خلق شد؟ خب این سوال علمی است جواب داره. زمین را کی خلق کرد؟ خب سوال علمی است جواب داره. زمین برای چی خلق شد؟ یه سوال علمی جواب داره. عالم از چی خلق شد؟ یه سوال علمی جواب داره. عالم را چی خلق کرد؟ سوالی جواب داره. عالم برای چی خلق شد؟ سوالی جواب داره. بیایم به سراغ خدا. خدا را از چی ساخته شد؟ سوالی غیر علمی. خدا را چی خلق کرد؟ سوالی غیر علمی. خدا برای چی خلق شد؟ سوالی غیر علمی.
یعنی اگه کسی حرفش رو بفهمه ببینه تناقض در اوست. خدا یعنی هستی محض، هستی محض بیکران تا بیکران از چی و برای چی ندارد که، این لفظ میشه مهمل. پس سوال معنا ندارد درباره خدا. بخواهیم سوال قضایی بکنیم، پرونده سازی بکنیم، خدا رو زیر سوال ببریم، بگیم برای چی این کارو کردی، باید یه قانون حاکمی داشته باشیم که بگیم خدای تو موظف بودی برابر تو اون قانون حکم بکنی، چرا تخلف کردی؟ خب اون قانون اگر معدوم است که معیار نیست، اگر موجود است که زیر مجموعه خلقت او، این همان اسم مستعصری است که احدی بو راه ندارد، این همان است که در این روایت آمده به جابر نقل کرده که برخی از درجات اسما مخصوص ذات اقدس اله است و محجوب است، لذا لا یسألو عن ما یفعل و هم یسألو. این است که عیسی مسیح از که تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، وقتی من نمیدارم چی بگم؟ نمتر من نمیدارم، وقتی من ندارم احدی هم نمیداند، برای اینکه من انسان کاملم. این یه امر روشنی است، چون ما رو معلم ملائکه قرار دادی، چون اینها انسان کاملن و در جریان و علم آدم الاسماء کلها ملاحظه فرمودی که منظور آدمیت است نه شخص آدم، یعنی انسان کامل از اسماء الله با خبر است. یک، انسان کامل معلم ملائکه است. دو، ملائکه در پیشگاه انسان کامل سید الملائکه کلهم اجمعون، هم اکنون هم سجدون، نه قضیتون فی واقعه، هم اکنون در پیشگاه ولیت ارواح نافدا ساجد و خاضی هم. این سه، پس چیزی نیست که انسان کامل نداند. اونگاه مگر اون بخش محجوبش، لذا عرض کرد که تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، روی اون معیار اگر اینا عذاب بکنی بنده تو هم و احدی حق سؤال ندارد. اگر بخواهی ببخشی، کسی نمیتواند بگوید چرا بخشیدی، چون عزیز حکیمی. اگر بخواهی عذاب بکنی، اینا عبد محضن، نه اینکه اینها در کف شیر نرخ، این از اون باب نیست. یه وقت انسان میگذرن رو بیچارگی، من اینکه مقام رضا نیست، این مقام ترس است. در کف شیر نر خونخاره اگر کسی راضی بود که رضا نیست، این کراهت است، این رضای تحمیلی است. اون که میگوید آرنایت شیر را از سلسله، او که راضی نیست. رضا هم این است که انسان به این مقام برسد، این رو بیابد. رضا ذات اقدس اله در ذیل این آیه فرمود اینا کسانی هستند که به مقام رضا رسیدند، رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از درون اینا خبر داد، خدا از خود خبر داد، چون میداند، خب از خودش میداند که راضی هست، اما از درون اونها خبر داد، چون اونها خدا را با این وضع شناختن، هیچ طلبی ندارن، تمام مدت عمر بندگی کنن جا برای اون نعمت هستی که یافتن نمیشود. بنابراین اگه کسی طلب کارانه حرف بزند، معلومش راضی نیست. این همون که در کف شیر نره خونخوار خود را میبیند، این خائف است، این که راضی نیست. راضی یعنی خوش بیاد، بپسنده، اینه میگن مقام رضا. وگرنه او رو میگن صبر، او رو میگن سکوت، این که رضا نیست. چون به این حد رسیده ان تعلم ما فی نفسی شد ولا اعلم ما فی نفسی شد، این تعذب هم فی انهم عبادک شد، چنین روحیهی میشود روحیه رضا. این که ذات اقدس اله فرمود هازا یوم و ینفع و صادقین صدق، هم اون صدق کامل است. یه بیانی سیدن استار ازدان لاره که همون بحث زیل هازا یوم و ینفع و صادقین نقل میکنن که عرب بیابانی آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم، عرض کرد من رو سفارش کنید، نصیحت کنید، موعظه کنید، اما دروغ نبود. همین عرب گفت که این همین تعبیر کافیست برای تقوا و هدایت من، برای پرهیز از همه گناهان، برای اینکه من اگر دست به یک گناه دیگر بزنم، خب بالاخره از من سوال کردن، ناشارم اعتراف بکنم، بلکه بنام برای اینکه دروغ نگم دیگر، خب من که اون روز خجالت میکشم اگر اعتراف نکنم که کتمان کردم، اعتراف بکنم که برام دشواره. دست به هیچ گناهی نباید بزنم و همین کافیست برای من.
همین یه جمله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مقابل درخواست اون عرب بدو که گفت اوسنی فرمود لا تکذب دروغ نگو، از که بس است. همین کاریست من که هیچ گناهی از من صادر نشود، ولی که اگر دست به یک گناهی بزنم بالاخره باید اقرار بکنم، من که نمیتوانم کتمان بکنم که. خب چون اقرار برام سخت است ناشارم دست به اون گناه نزنم. این میشه صدق محض. هازا یوم و ینفع و صادقین صدقهم و ستمش برای روز بعد ان شاء الله. الحمدلله.